سلام علیکم عزیز، بفرما. سلام علیکم آقای الله نری، خسته نباشید. ممنون. آقای الله نری، من خواستم یه کلام ها بگم بزنم بعدم قصد کنم در از تلویزیون جاوب شما نمیشنم. اولی که من اگر که از شما انتقاد میکنه ایش وقت دشمن شما رو ساقه الله داری که بخواد مثلا دشمنی بکنه با شما کنه فقط اقاد میکنه. من انتقادم به شما اینه که من میدونید من یکی از دوستانه شما همیشه به شما زنی بیرم و شما رو خیلی دوست دارم. بابت اینکه راوی روایت هستی و روایت اهل بیت رو معنا میکنی به دست مردم برسونی. اما من سوالم از شما اینه الله داری، ببینید الان تا چند وقت پیش تولدن تا حدود یه سال پیش این بحثا نبود آقای الله داری. شما حتی وقتی هم کسی به شما زنگ میزد و میگفت که مثلا آقای الله داری ما شما قبول داریم در حسی که روی مرجع ما باشه، با شما گفتید که والا من در فکرش هستم اما جای تمایل ندارم الان دارم نمیتونم. من بگم چطور شد که آقای الله داری شما یک باره زدی گفتید اصلا کسی ما تقلید نداریم، اگر خواستی تقلید کنن این کار فقط رجوع کنم برای روایت تعلیم روایات و روایت یاد بگیرم. ببین آقای الله داری، من نوعی که الان از مثلا ایران بودم دسترسی حالا گوش کن جانم، من حرف شما رو فهمیدم، جوابتون گوش کن. میگه شما سابق مثلا بر مراجع شما خورده نمیگرفتی، خب از شما پرسیدن که شما مرجع تقلید بشو، شما گفتی من در این فکر هستم که من مرجع بشوم. ببین اولین یادت باشه که آدم نمیتوند یک در یک زمان هم با دجالیه بجنگه، هم با امتیه بجنگه، هم با وهابیت بجنگه و هم با این علمای سنتی بجنگه. این شده، این امکانش نداره، امکانش وجود نداره و اصلا زمان هم فرصت نمیدهد که شما مثلا در یک زمان تمام ادله را برای همگی بیان بکنید. شما شاید قدرتش را دارید که در یک سخنرانی یا در پنج سخنرانی همگی را خرد و له بکنید. من این قدرت را ندارم. اگر میخوام درباره عمر صحبت بکنم باید درباره عمر صحبت بکنم، درباره عثمان میخوام صحبت کنم باید بیشتر دو هفته درباره عثمان صحبت کنم، درباره عایشه میخوام صحبت کنم یک ماه باید بیشتر درباره عایشه صحبت کنم، درباره ولایت فقیه هم صحبت کنم باید دو ماه بیشتر ولایت فقیه را ابطال بکنم، خوب له بکنم، بعد برم به مسئله دیگر. متوجه هستید؟ لذا این شما که شما از اول چرا مثلا از اول شما این به این معنا نیست که اگر من در یک مسئله از اول سکوت کردم به معنایش این بوده که من حتما اون را خیلی دوست داشتم. این اولا. و ثانیا این که اگر شما فکر میکنید که به من پیشنهاد شده که من مرجع تقلید بشم، من گفتم که من در فکرش هستم ان شاء الله، همچین چیزی من نگفتم. همیشه که به من گفته شده من گفتم من دوست دارم در خدمت بیان احکام باشم، الانم خیلی دوست دارم. این چیزی هست که اگر من بتوانم احکام را بیان بکنم برای مردم از روی حدیث و روایت، همون سابقا من میگفتم، اگر شما یادتان باشه، اگر من روز فقه بگویم من مثل فقه مصطلح نمیگویم، من روایت را محور قرار میدم، حدیث را محور قرار میدم، حدیث را شرح میدم برایش. این را سابقا من گفتم و این را اگر شما فکر کردید که من راغب در مرجعیت و تقلید مصطلح بوده ام، همچین چیزی نبوده عزیز من. ثانیه ثالثا بینه حالا عزیز من، شما این توقع را نداشته باش که من همه چیز را از اول باید میدانستم. این را شما توقع نداشته باش. منم یک شیعه هست بودم و هستم مثل شما. منم در خانواده‌ای بودم که همه اینها مقلد آقای خویی بودن و از روز اول که ما دیده با جهان گشودیم از ما به ما یاد دادن که شما مذهب از کی داری؟ از امام جعفر صادق علیه السلام. مقلد کیست؟ مقلد آقای خویی. ما کوچیک بودیم به ما یاد داده بودن که اگه بپرسن مقلد کیست؟ مقلد آقای خویی. درسته؟ تق حوزه هم که رفتیم درس خواندیم، ها همین اینا اینقدر، ببینید عزیزان من، اینقدر اینا بحث تقلید و مرجعیت و وجوب تقلید را مسلم مطرح می‌کردن که من پیش خودم فکر میکردم که حتما این دلایلش خیلی محکمه و از که اصلا من برم دقت بکنم تدبر بکنم شاید لزومی نباشه، چون این اساتید، این همه مصنفین، این همه سخنران ها، این همه بزرگان این مبحث اینقدر مطرح محکم مطرح میکنن که مکلف یا مجتهد باشد یا محتاط باشد یا تقلید بکند، یعنی برای مجتهد عمل بکند، رأی مجتهد مبرئ الذمه است. خب منم عزیز من، منم فکر میکردم که این واقعا همچین محکمه. تا خیلی وقت من اینچین فکر میکردم. حالا کی شروع شد که من این مسئله را زیر سوال ببرم؟ شاید مثلا چند سال پیش بوده، چند سال پیش، حالا دقیق یادش نیست، که زیاد التفات کردن و توجهم شد که اینا که میگن مبرئ الذمه هست، تقلید این در کجا؟ آخر چطور کلام غیر معصوم علیه السلام؟ چطور کلام غیر معصوم علیه السلام آدم باید واجب الاتباع باشد؟ ما نمیدانیم او راست میگوید راست نمیگوید، خطا کرده یا نکرده، این که منافات دارد با این، ما سوال ها در ذهن من بود. اما من این چنین که
بیام اینو مفصل مطرح بکنم، فرصتش نبود چون مسائل خیلی دیگر اینجا بود که باید مطرح میکردم. ولایت فقیه بود، انقلاب بود، بحث با عمری ها بود، تحریف قرآن بود، خیلی مسائل دیگر، و الانم خیلی مسائل مهم دیگر هست که من مانده اونا رو طرح بکنم. یکی اون بود و دیگر اینم که فرصت نشده بود عزیز من، حقیقتش اینه فرصت نشده بود که من خودم این ادله را با دقت بررسی بکنم، با دقت بررسی بکنم. الان الحمدلله ادله فرصت شده. منم شما از من توقع نداشته باشید که من همه چیز را از شکم مادر میدانستم. جان من یک شیعه گناهکارم، من حجت خدا نیستم که همه چیز را از شکم مادر من بدانم. من باید همون شب مطالعه بکنم که فردا بیام اینجا برای شما منبر بروم. علم من به اندازه مطالعه دیروز من و دیشب من و امصبح من هست، ولی من اگر با کتب مراجعه بکنم مطلب بلدم، اگر مطالعه نکنم بلد نیستم. آقای خویی هم اینچنین بوده، مرحوم آخوند خراسانی هم اینچنین بوده. مرحوم آخوند وقتی که درس میرفت ما از اساتید چنیده بودیم که ایشان روز پنجشنبه و جمعه که در حوزه علمی نجف تعطیل بود، روز دوشنبه که میامد شاگردا که اشکال میگرفتند آخوند میگفت که روز دوشنبه شما بر من غالب هستید، یعنی دو روز من درس نگفتم، لذا شما یک کمی علم من یک کمی مثلا زنگ گرفته، غبار گرفته. روز دوشنبه شما بر من غالب، اما روز سه‌شنبه چون روز دوشنبه درس میگفت، سه‌شنبه درس میگفت، دیگر کسی نمیدونست برایشان اشکال بگیره تا روز پنجشنبه. بعد روز دوشنبه باز میگفت دو روز چون تعطیل شده درس و بحث نبوده، من یک کمی علم من زنگ گرفته. عزیزان من، ما علم علم چی نیست؟ علم لدنی که نیست که من حقیر شما توقع داشته باشید که من تمام چیز را شکم مادر بلد باشم، از اول همه چیز را من بلد باشم، که شما میگید شما 5 سال پیش این حرفو نگفتی. جان من خیلی از مطالب را 5 سال پیش نمیدانستم، من خیلی از مطالب را مثلا شاید 2 سال پیش نمیدانستم. این که این آدم که مطلبی را که سابق نمیدانست الان میداند بیان بکند، در این عیبی نیست. جان من شما توقع نباید، این اشکال نیست. شما عزیزان اگر اشکال دارید، اشکال بر من نگیرید، اشکال شخصی در شخص من که شما چرا این کار را این کار کردی، این کار را این کار کردی، چون من اعتراف میکنم من ناقصم، من اعتراف میکنم که من گناهکارم، من اعتراف میکنم که من هیچ کاری ام. شما اگر میخواید ثابت بکنید که شما آقای اللهیری نمیفهمید، من اصلا لزومی نداره شما این اشکال را مطرح بکنی، ایراد بگی. من اعتراف میکنم، میگم، اعلان میکنم من نمیدانم. شما اگر میخواید تقلید را ثابت بکنی، اونو باید از قرآن و حدیث ثابت بکنی. اون چیز را که قرآن و حدیث گفته اون صحیحه، اون صحیحه. شما به اینجا ایراد بکنید که شما مثلا اینجا اونطوری گفتی، اینطوری گفتی، اشکال بر شخص من، این اصلا من اینجا مطرح نیستم، اشکال بر شخص من، بر شخص کاملا درست وارده. اشکال بر مطالبه که من بیان میکنم، اگر مردی بر اون مطالب اشکال بیار بدهد. سلام علیکم، بفرما جان. سلام آقای دارید، من ببخشید من تلفن قطع شد. نه من قطع کردم، کامل نشدم. من شما آقا گوش کن من حرف شما رو فهمیدم. شما الف گفتی، من تا یا خواندم. ایراد شما مهم نیست، ایراد شما مهم نیست، ایراد پیش پا افتاده است جانم. آقای جانم من سوال شما رو جواب دادم، شما گوش بکن تکرار برنامه را، اگر نبود دوباره زنگ بزن. بابا شما میگی شما سابق چرا نگفتی؟ خب سابق الا فرض کن من سابق نفهمیدم و گناهه. مگر من اینجا ادعا کردم که من علم لدنی دارم؟ من اینجا گفتم که امام صادق علیه السلام چرا که میدونست من میدانم، از اولم میدونستم. که شما میگید چرا دیروز نگفت؟ خب حالا فرض کن دیروز نمیدونستم، امروز میدانم. این چه حرفیه؟ شما چرا سابق چرا نگفتی؟ من حرف شما رو فهمیدم، جواب دادم، شما گوش نکردی جان من. حالا میخواد دوباره منو تکرار کنی. سلام علیکم، بفرمایید.